خب پس شما هم سرطان دارین؟ نه، اوقات فراغت میایم بیمارستان شیمی درمانی. اه چرا؟ برای پیشگیری. مگه مؤثره؟ ببخشی شما جلسه چندومه شیمی درمانیتونه؟ من جلسه سوممه، ایشون جلسه ششمه، کاپتن اونم که آقا سفر جلسه آخرشونه. به سلامتیش. مخلص شما. شما آقای کشکولی هستین؟ با اجازه شما. من پدرم عاشق بازی شماست. پدرتون خیلی لطف دارن. سلامشون رو برسونید. بزرگیتون رو میرسونم. بعد من فکر کنم موهاتون رو به خاطر فیلم میزنی. پس برای شیمی درمانیه. من اخیراً دارم شیمی درمانی میشم. ولی خیلی وقته که موهامو تیغ میزنم. زمانی که من سرمو تیغ میزنم خیلی اومدن که از من تقلید کنن، موهاشون رو زدن، ولی نتونستن شبیه من بشن. هر گردی که گردو نمیشه. خیلی هم باحاله. الان کچلی مد شده. من میخوام بعد اینکه شیمی درمانی تموم شد کله رو بذارم اینطوری بمونه. منم همینطور. تو که از اول کچل بودی که. تو هم بودی که. برو بابا. گفتن نداره. اون موقع که موهای بلند جیسا مد بود، بچه های باشگاه دور من جمع شدن گفتن آقا سفر شما که مو داری چرا نمیذاری؟ گفتم همین استلایت یک کلام. شما از اون موقع داشتی الان میدیدی. خواهش میکنم، فقط قدیما من بودم و یول براینر. شما میشناسیش؟ معلومه. تو هم واردی ها، تعریف از خود نباشه. من تو خیلی از چیزا نفر اول بودم. من در سال 1341 در مسابقات پرورشندام در کویت مقام اول آسیا رو کسب کردم. در سال 1343 برای مسابقات انتخابی آسیایی و جهانی انتخاب شدم. اون زمان آقای سامبل خاچکیان فیلم بی عشق هرگز رو داشتن می ساختن. من رو دعوت کردن، با دو انگشت با یک چشم من رو نگاه کردن. من تعجب کردم. از همون زمان آقای خاچکیان یه چاقو گذاشتن تو دست من، نقشای اول منفی رو شروع کردم. تا الان 150 یا 60 فیلم نقشای اول منفی بازی کردم. تو یه خیابون که میرم همه منو به یه چشم قاچاقچی نگاه میکنن. ولی قلب ما یه گنگیشتم نازکتره. اون موقع که آقا سفر قهرمان بدنسازی بودیش که تو ایران نمیدونست بدنسازی چی هست. شما لطف دارین. ما یه سریال بازی کردیم که در زمان خودش پربیننده ترین سریال تلویزیونی بوده. آینه عبرت. آفرین. شما هم دیدین؟ من طرفدار پرپا قرصش بودم. اتفاقا من پدر خودم انقدر جذب این سریال شده بود رفته تو نقش آتقی، هنوزم که هنوز بیرون نمیاد. نه اصلا یه بازیگرایی هستن هیچ وقت درست ازشون استفاده نشده. آقای کشکولی نمونش. دقیقاً. فقط مشکل اینه که همیشه نقش منفی بازی می‌کردن. نقش منفی بازی کردنش کار هر کسی نیست. حالا اینجوری نگین دیگه، یه موقع به آقای کشکولی برمیخوره. من خودم اجازه دادم با هم شوخی بکنن. باید ظرفیت‌ها رو بالا ببریم. شما از این نظرم جز اولین ها هستی. ولی چقدر خوبه شما خوشحالین، راحت میخندین. یاد بگیر مازیار. ببینم یعنی واقعا شما اصلا نمیترسین؟ معلومه میترسیم. هم میترسیم هم میخندیم. ببخش من میتونم با شما یه سلفی بگیرم؟ یعنی همه باشیم ها، ولی آقای کشکولی هم باشی. خواهش میکنم بفرمایید. بخونه آقا اینجوری جا نمیشیم. سلفی نمیخواد. بیا. بیا اینو ببین. منم ببین. بابا دمت گر، ایشون نقاشیشو کشیدن، منم واسه تون میخونم. واه وقتی این دل بگی سوی پری شون میرسی خودتو نگهدار، به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار، خودتو نگهدار،
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره، به چشمون غزل خون میرسی خودتا نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن طبیعیه. پیش میاد که بیمار تو دوره شیمی درمانیش افسرده میشه، نه اونقدر دوره برش رو شروع کنید و مثل الان لشکرکشی رو بندازید که کلافه بشه، نه اینکه کامل تنهاش بذارید. آقای دکتر چرا اینقدر حساس شده؟ من اصلا حالشو میپرسم عصبانی میشه. خانم شما هنوز پسر دو تا سه تا قطره شیمی درمانی رد نشده هی میپرسید بهتری بهتری، حداقل دو تا سه دوره باید بگذره تا یه مقدار احساس بهبود پیدا کنه. بله فکر کنم همینجوری هی بهش روحیه بدیم بهتر. نه از روحیه‌ای هم که شما میدی روحیه علکی فایده نداره، هی هم سرزنشش هم نکنید که شما اگه اینجوری نمیکردی سرطان نمیگرفتی یا این کارو باید میکردی. بهتره دور و برش باشید، هواشو داشته باشید، اگه بخواد بره تو طبیعت یه هوایی بخوره همراهش باشید، اگه هم خواست گریه کنه بذارید گریه کنه. گریه کنه برای روحیه بچه بد نیست؟ حالا مادر خیلی هم که بچه نیست، نه آدمه دلش میخواد گریه کنه. دکتر این مریضی چرا اینقدر زیاد شده؟ دوست منم سرطان گرفت. خب خانم احتیاج به آمار دقیق داریم تا بگیم که سرطان بیشتر شده. اینکه دوست شما سرطان گرفته دلیل نمیشه، ولی کلا باید سبک زندگیمون رو تغییر بدیم و اصلاح کنیم. باید فست فود سرخ کردن کالباس و سوسیس تا جایی که میتونیم کم مصرف کنیم، ورزش کنیم، تو هر وعده غذاییمون میوه و سبزی داشته باشیم. مهمترین نکته هم اینه که حتما سیگار و قلیون رو بندازیم دور. درست میگم؟ چرا داره از من میپرسه؟ چی میخواد بگه؟ آها فهمیدم، داره اینجوری میگه که یه پیامی هم برای مخاطب داشته باشه. خیلی ناقلای این دکتر. چی گفتی؟ نه اینو چون اینجوری پیام دادیم گفتم یه موقع به جامعه پزشکا بر نخوره. نه حبیب جان، جامعه پزشکی تا حالا ثابت کرده اینقدر ظرفیتش بالاست با این چیزا ناراحت نمیشه. شما که به ما از این چیزا زیاد گفتید، ما هم تحمل کردیم، این یکی هم روش. راستی یه چیز، قرص خارجی بگیریم داروی خارجی؟ خیلی خوب شد که گفتی، هیچ فرق نداره. من به عنوان یک پزشک فوق تخصص خون و سرطان به خانواده درگیر شیمی درمانی این اطمینان میدم که داروهای ایرانی و خارجی شیمی درمانی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن و اثر بخشی یکسانی دارن. خیالتون راحت باشه. این اتفاق دیشب برای پسراتون افتاد. از هر کدومشون که میپرسیدم مقصر کیه میگفت من، که این موقع این رفیقش رو درد سر نگفته. ولی شماها که باید الگوشون باشین به راحتی یه نفر دیگر رو متهم میکنه. بد نیست که ما بعضی وقتا از بچه هامون یاد بگیریم. نه؟ بله همینطور. فکر کنم مقصر من بودم. وقتی منو هول داد عصبی شدم، هولش دادم. نه من لحظه آخر هولش دادم، من بودم. خب دیگه همه چیز معلوم شد. گفته بودم که من نبودم. تو این دنیا هیچ کیو ندارم. تو ته تهش هم اینکه کار پیدا نکنی، پول نداشته باشی، بازم یه سایه بزرگتر بالا سرت. یه پدر داری که در خونش همیشه رود باز. بابا دیدی گفتم مسعود بیا. رضایت داد؟ میده. سلام آقای نقوی. سلام مسعود جان. شما اینجا چی کار میکنید؟ مسعود خیلی مردی. سلام. سلام.
چرا آقای مهاجر رو گفتیم بیاد؟ من نمیخواستم منو تو موقعیت ببینه. منم نمیخواستم تو منو توی موقعیت ببینه. اگه کاری بود بنده رو خبر کنید. بنیش در رو بس؟ چی شده؟ چرا؟ حالا فعلا با این نسیم بشینین؟ وقت برای تعریف زیاده. بفرمایید. دوست جدید پیدا کردی بابا؟ مازیار جان، با تو کار داره. حالت خوبه ماما؟ آره خوبه. پسرم کل 6 ماهه. دید اون آقا چقدر روحیشون خوب بود؟ دست درد نکن. بیا ماما خواهد. بفرمایی. دست درد نکن. بفرمایی. این دوای دردته. درد اونجوری رو نمیگم. درد نوعی رو دارم میگم. بیا بخور خوبه بیا. نمیخوام دیگه. بخور. بزور بخور. دماغتو بگی بخور. آقا نصب تو هیچی نکن. نمیخوام دیگه بخور. نکن. چی شد بچه؟ چی شد بچه؟ چی شد؟ بیا 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 آبنا رو بخور. بیا یه خور آبنا رو بخور. بیا بهتر. وای چی کار کاری؟ ببرمش دکتر؟ نهی بمیرم بچه مالش بد شد. البته دکتر گفت بعدش شیمی درمانی طبیعی ها. دستمال داری؟ آره تو ماشین هست. الو مهری جان. آره خوبم. چرا؟ چی شده؟ مگه رضایت نگرفتن هنوز؟ نه بابا، 3 مرد گنده رفتن به جای اینکه رضایت بگیرن تازه سر پسرارم زدن به دیوار. عقل ندارن دیگه. مهری جون، مثل اینکه یکیشون بابای منه ها. مثل که شوهر خودم هم هستا. خب باشه ببخشی چایتون سرد نشه. الو، نه این ترانه است. آره مازیا چطوره؟ چرا؟ ماما منو چه کار کنم؟ چی شده؟ برین اون تو یه کم شلوغ بازی در بیارین، بلکه هر دوتاشون رو در بیارین. من اینجا گرفتارم. مازیار حالش خوب نیست. دهنتو تمیز کن مادر. دست ازارشونم دو داریم کنیم. نمیخوام کمکت کنم. بیا بابا دارم راه میرم خودم دیگه. خب باشه بیا یه قلوب پزین بخور. بیا. آقا بفرمایید. مامان جان میخواد کمکت کنه. شما به جن که اینقدر نگران من باشین یکم به فکر بابا باشین که دو روز معلوم نیست کجاست. ببین مهری وایسین، من خودم میام کلانتری. خدافظ حبیب جان. سر را منو برسون کلانتری. چشم. باید از پدرش رضایت بگیرید. آخه بابا اون بیچاره خودش شاکیه، اصلا معلوم نیست بهوشه بیهوشه. منم الان از حال عمومیه ایشون اصلا اطلاعی ندارم. شما باشون صحبت کنید انشالله که رضایت میده. من بیشتر از این نمیتونم براتون کاری بکنم. ببخشید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. بفهمید. قربان پرونده پیچیده‌ای شده. 2 مصدوم، 4 ضارب و عده زیادی از اعضای خانواده آسیب دیده اجتماعی. آفرین قاسمی. می‌بینی؟ یه اشتباه کوچیک در حین رانندگی دامن چند تا خانواده رو می‌گیره. بله قربان. ببخشید. خواستم یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. بفرمایید. من یه گله ای از شما دارم. میخواستم خصوصی خدمتتون عرض کنم. بفهم.
خصوصی. قربان میشه بمونم ولی چیزی نشنوم؟ یعنی چی؟ قربان من اینجا در و دیوار رو نگاه میکنم، حواسم نیست. آخه این پرونده خیلی برام جالب شده. برو بیرون قاسمی. بله قربان. من در خدمت. قربان بیسکویت میخوریم براتون بیارم؟ خیر. خوشمزه سا؟ ببخشید قربان. من در خدمت. میخواستم لطف کنید پسرمو پیدا کنید. کدوم پسرتون؟ اون که بردید ترکش بدید، رحیم. من دیگه باشون کاری ندارم مادرشون. یعنی چی باش کاری ندارم؟ ببینید من به خاطر ایشون از اینجا مرخصی گرفتم، بردم ایشون کرد به 4 نفر رو انداختم. ایشون 1 ساعت هم به من احترام نذاشت، فرار کرد. یعنی باش قهرید؟ قهر کرد؟ نه، سرسنگینم. من خودم هم باش قهرم، نمیخوام ببینمش. اصلا خونم راش نمیدم، بس که ما رو چزونده. میخوام ادبش کنم ولی حواسم بهش هست. مگه شما پلیس نیستید؟ بله. اون وقت به همین زودی یه نفر که به کمک شما احتیاج داره ولش میکنید؟ خیلی ممنون. قربان خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. مگه شنیدی چی میگفت؟ متاسفانه کلیاتی به گوشم خورد. خیلی خوب باش. این پرونده رو بده به جناب سروان نعیمی، با مرکز پیام هماهنگ بکنه، رحیم رحمتی رو زودتر برای من پیدا بکنه. باشه. از کجا قربان؟ از کجا؟ کار پلیس به اینجا کشیده که وقتی میگم یه مفقودی پیدا بشه سربازش میگه از کجا؟ ببخشید قربان، بچگی کردم، سوال بی جایی بود. از صاحب و مفقود برمیگردم. بایستا جات اینو میدی به دبیرخونه، 24 ساعت اضافه خود هست. اگر این بیسکویت ها رو ببر. اطاعت قربان. دیگه نبینم گوشات این برون بر کار کنه. چش قربان. مرخصی. بابا خواستن رضایت بگیرن رضایت نمیدی. یا گفت خطر رفت شده که مغزه. چرا متوجه نیستی؟ مغز منو شما یه تکون کوچولو هم خورده باشه میتونیم کار کنیم دیگه. مغزه یه کار افتاده و یه علاف اگه یه تکونی هم بخوره بدتر که نیست، شاید بهترم بشه. بابا بعد قرن 2 تا تصادف پشت سر هم به پستمون خورده، بچسب بهش دیگه. تصادف مگه شانسه؟ مثل که دارم میام بابا. قش کن قش کن چشاتم ببند. میگم دیگه خب چشاتو نبند، فقط به سقف نگاه کن. هرچی که گفتم فقط سقف رو نگاه کن. منم قش میکنم. مامان خانم کو توش به پرستار حرف میزدی یواش یواش میام. سیاه خوابه؟ که بیهوشه. ای اون چشاش بازه. بیا سلام پدر جان، خوب هستی؟ منو میشناسی؟ من کیم؟ من وا مهری جان، شما را کجا باید بشناسن؟ آه.
ببینید پدر جان، دوست پسر من دیروز با شما تصادف کرد، ولی خدا رو شکر ببین همه چی به خیر گذشت. ماشاءالله شما هم که دیگه امروز به سلامتی مرخص میشین. دکترتون میگفتن که اصلا مغز شما هیچ آسیبی ندیده، سالم سالم. فقط من میخواستم که شما امروز یه تو که پا تشریف بیارین کلانتری، یه امضای کوچولو بدین. پسرم هم تازه داماده، ببینید این عروسمه، عروس پسرمه. سلام کنم آقا. سلام. سلام. سلام دخترم، تبریک میگم بهت، حتما میام رضایت میدم، مبارکت باشه. نه خند بوزو. آقا میشه بیان کلانتری رضایت بدی نامزد من بیاد بیرون؟ ما داریم ازدواج میکنیم آقا. صدای منو میشنوی آقا؟ چرا اینجوری میشه؟ چی شد؟ هیچی، اون که بیهوشه، ایشونا فقط به سقف نگاه میکنن. آقا سلام، میشه دو کلام با شما حرف بزنم؟ اه دی چشمشو باز کرد. بس کو بابا، الان بس خودم دیدم. آقا حواستون به من هست؟ الان دامادم، نوام، بابا این طفلک تو زندانه. خدا رو شکر اتفاقیم برای شما نیفتاده. خواهش میکنم بزرگواری کن، بیا رضایت بده اونا بیام بیرون، برن دنبال کار و زندگیشون. شما پدرید، منم مادرم، میفهمید که چی دارم میگم. ما هیچی نمیفهمیم. شما الان بیهوشی مثلا؟ بله، هی بیهوش میشم، هی به هوش میام. هر لحظه ممکنه امارای بشم. خرجشو کی میده؟ کشتی ما رو تو با اون امارایت. بابا ما تا حالا 1.5 میلیون پول برای امارایت دادیم، تازه انجامش هم که ندادی. 1.5 میلیون دادیم برای دو تا مغز؟ هی برون میارین، یه خال بیفته به هر کدوم از این مغزا 100 میلیون خرجشه. خانم شما میخواید ما چی کار کنیم؟ قهرین اتفاقا میخواستم یه روز یه جعبه شیرینی بگیرم بیام خدمتتون، که دیگه جناب سروان زحمت کشیدن منو پیدا کردن. گنده من نمیخوام توجیه کنم، ولی اگه یادتون باشه من اون روز قرار نبود اونجا بمونم، قرار بود بریم یه دوری بزنیم تو کمپ، با محیط آشنا بشیم، اگه پسند کردیم بمونیم. انصافاً من خیلی خوشم اومد، تر و تمیز بود. حالا من همه برنامه رو چیدم، اولین جلسه شیمی درمانی پسرم کنارش باشم دیگه، بعدش از شنبهش میریم که داشته باشیم، بزنیم قدش. خانم
اگه به خاطر مادرت نبود کسی رو نمیفرستدم سراغت. مادر من؟ بله. مادر منو کجا دیدی؟ اینجا بوده. مادر من اومد اینجا گفت دنبال من بگردی؟ بله. برای آخه مادر من دیگه خیلی وقت منو دوست نده. واقعا سراغ منو گره؟ سلام مامان. سلام مادر جان. چیکار میکنی؟ مامان بزنین دستتونو ببوسم، دیگه فکر نمیکردم دوستم داشته باشین. خب معلومه که ندارم. سلام. 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 همه خانواده به خاطر من اومدن؟ آخه له قربونت برم داداش، ما اومدیم مسعودو دراریم. مسعودو من گرفتن؟ بله، بابای منو بابای آقا حبیب و جعفر آقا هم گرفتن. دو روز من نبودم عملیات تروریستی رو انداختین؟ اینا مسلح جنگی هن؟ سلام عرض کردم. سلام علیکم. سلام. سلام. ما اومدیم رضایت بدیم. من رضایت نمیدم. ده چیشون؟ برخوا کنم قربان. بفرمی خوشم. حالا که دیگه اینا رضایت دادن شما این لطف و درقشون بکنید. حتما. هرچی شما بفرمایید. عزیزم من؟ نه بله. شما شنبه یه سری به کارخونه یه سنگبری من بزنید، از اونجا به من تلفن کنید، اینم آدرسش. خیلی ممنون. ولی جناب فرمان اینو بگم، ما به اصرار بابام رضایت دادیم. ولی می‌فهمید؟ بابا اگه متخصص MRI بده. بس دیگه بابا. بفرمایید. بابا شما داغید، این سرش ضربه خورده. نعیمی. بله قربان. وجاهت قانونی نداره رضایتشو. بیرون منتظرتون هست. بفرمایید. واقعا بابا خیلی ساده. ببین فکر کرده تموم شده؟ این آقایی که کارخونه سنگوری داره به من گفته شنبه برم اونجا. اگه علکی گفته باشه میفرستم دوباره اون تو. میدونی چی میگم؟ گفته بری سر کار؟ برو پیش خودش. میفرستم. آقای محترم، آقای محترم، بفرمایید. سر بیگناه تا پای دار میره ولی بالای دار نمیره خانم. حالا بذار برسیم خونه، من یه سری به تو نشون بدم. پدر ترانه هلش دار. خب ول کنیم دیگه، تموم شد. به من دار بده. پدر اون آدم مبارک. خیلی ممنون بابا. پدر اون روزایی که شما تو زندان بودین و همش چوب خط دادن. ببینید فقط یه دونه است. سلام عرض کردم سرکار. سلام. قیالم هستن. خیلی خوش بود. عباس آقا واقعا زدی سر کله یه نفر شکوندی؟ خاک بر سر. خیلی مردی. من دارم میرم دنبال کار میگردم. باید بابات به اون یارو کار بده بره سر کار. واقعا مردونگی کردی. اینقدر چرت نگو حبیب. بابات هم مثل خودت. باید اون یارو رو بفرست سر کار. اون میخواد کارگری کنه. تو هم کارگری میکنی؟ تو همین الان بذارم سر کار. کارگری میکنی؟ ندیدی؟ برو برو. مسعود. مادر جان. با من دیگه کاری نداری؟ واقعا. خدا خیرتون بده. بقیه شو دیگه از خودتون میخوام. نه من یه سر خودم مازیا رو ببینم بغلش کنم دیگه خودم و پای خودم میدم. بریم خونه؟ تا زمانی که اعتیادتو ترک نکردی از خونه خبری نیست. بله بایزد. چطوری نهی دکتر؟ خسته نباشی. خیلی ممنون با زحمت های ما. اختیار دارین چه من یه دقیقه باهاتون کار داشتم. بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید. بایزدتون ببخشید. عرض کنم که من اصلا نمیخوام، یعنی قصد مداخله ندارم. مسعود پسر خوبیه، خوشقلبه، ذاتش پاکه. من اینجا خیلی آدم هستم که میان و میرن. رفیقی که به خاطر رفیقش بخواد بره بازداشتگاه معلومی که جوهر پاکی داره. این مهمترین صفتش. الان نمیخواد اصلا چیزی بگید، فقط راجبش فکر. شاد و پیروز باش. موفق باشی. قربان شما.
قاسمی. بله قربان. این پرونده هم تموم شد. بله قربان. این پرونده هم با موفقیت تموم شد. بله بله. پرونده سنگین. خیلی پیچیده بود. اما شما بازم مثل همیشه سر بلند بیرون اومدی. قربان دیگه به پرونده های پیچیده عادت کردیم. قاسمی تعطیلات کجا بیدی؟ جایی نمیرم قربان. خوبه. قربان موافقی قهوه بخوریم. تو واقعا در حق من رفاقت کردی. من جبران میکنم. قول میدم جبران میکنم. بابام کارت داره. جانم های ماجر. ببین مسعود جان. من نظر قطعیم و راجع به تو به ترانه گفته بودم. به ترانه گفتم من کلن با ازدواج شما مخالفم، ولی میخوام برای آخرین بار یه شانس دیگه بهت بدم. واقعا؟ آره. حالا که دارم دوباره بهت یه شانس دیگه میدم، میخوام تو هم برای من یه کاری بکنی. هر کاری باشه من انجام میدم. چیکار؟ این جناب سروان از تو خیلی خوشش اومده. لطف دارم دارم. ببخشید. شما بسپرینش به من؟ حالا انجامش بده. مسعود چی شد؟ الان برمیگردم. چی شد بابا؟ هیچ. اصلا و ابدا محاله. آخه چرا؟ به خاطر اینکه الان وقت اداریه و من نمیتونم راجع به مسائل شخصی حرف بزنم. جناب سروا یا آره یا نه برای من خیلی حیاتیه، خواهش میکنم. قاسمی. بله قربان. هر وقت بهت گفتم زمان دقیق رو برام محاسبه میکنی. چشم قربان. اما جسارتاً کرنومت ندارم. ممنون. حالا من مخالفم. چرا؟ به خاطر اینکه این شو اصلا مناسب خواهر بنده نیستن. این بیچاره هم ماشین داره، هم خونه داره، هم کار داره، هم پول داره، هم کلی شاگرد داره. من مطمئنم خواهر من گزینه‌های خیلی بهتری برای ازدواج روی میز داره. شما سبان احساس نمی‌کنی خود خواهرتون هم باید در جریان باشه؟ نه. یه جورایی ازدواج من به این ازدواج گره خورده. این گره، این ورش کوره. حالا قربان 23 ثانیه و 17 صدم ثانیه. نایمی؟ بله قربان. 23 ثانیه و 17 صدم ثانیه برای من مرخصی رد میکنم. اطاعت قربان. قربان اجازه میدید منم یه نظری بدم؟ خیر. تمام. با این مهاجر من واقعا همه تلاشمو کردم اما نشد، متاسفم. آره میدونم تو همیشه توی همه کارا همه تلاشتو میکنی اما نمیشه. منم متاسفم. بابا چی نشده؟ هیچی بریم. پای مواجه من دوباره میرم باهاشون صحبت میکنم، حرف میزنم. لازم نیست دیگه. صبرشو بریم. خب مسعود مگه تو با ما نمیای؟ چرا عجی جان؟ خب بشین دیگه. نه مسعود با ما نمیاد. دیگه هیچ وقت نمیاد. ای بابا. بابا چی شده دوباره؟ حرف نباشه تمام. صبرشو بریم. مسعود، مسعود، چیزی نمیخواد؟ خواستی خبرم کنم؟ قاتل چرا قربونتون برم؟ خدا رو شکر حالشون خوبه، خودشونم رضایت دادن. بله، امضا کردم. اتفاقا حبیب جانم الان اینجا پلو منه. سلام برسون. بله، سلامتونم میرسونه. بله بله. سلام نمیسون. هیچی دیگه، قرار شد پسرشون تو کارخونه آقای نقدی استخدام شه. چی میگه؟
هیچی داره با باباه پچ پچ میکنه. مختره چراغ گازی روبرت بانزه هنوزن پچ پچ میکنه. همینه روبرت چی؟ بانزه آلمانی بودن قرن 19 درسته داداش؟ بله فکر کنم هنوزم زنده باشه. نه داداش الان ما قرن 21 خدا رحمتشون کنه. الو بله اگه اجازه بدین که پس ما یه بار دیگه خدمتون برسیم. امشب بگو امشب نه. چون ما باید بریم شهرستان اگه زودتر بیایم خیلی بهتره. زودتر بگو امشب نه امشب. بله اگه بشه امشب که بیایم که عالی. نمیتونین. خب ایرادی نداره فردا مزاحمتون. فردا نگوش بده من. حبیب جان بذار بفهمم چی میگم دیگه. خیلی معذرت میخوام. نمیخوام خیلی مزاحمتون بشیم. میخواستیم بابت اون شب بیام یه عذرخواهی بکنیم و زود از خدمتتون مرخص شیم. میمونیم زیاد میمونیم. نه خیر با شما نبودم. پس ما امشب خدمت میرسیم دیگه یا فردا. نه امشب امشب آیه نگو. بله بله امشب مزاحمتون میشیم. امشب مزاحمتون میشیم. خدمت آقای معیری خیلی سلام برسونه. خدا نگهدار. مادر چرا اینجوری میکنی؟ من اصلا نفهمیدم چی گفتم ای بابا؟ امشب شد؟ بله اینقدر شلوغش کردی که امشب شد. بزن قدش. اوخ میخواستم اینجور دست بزنم رد شد خورد نمیخواد ببخشید. اشکالی نداره. مسئله رو بزرگش نکنی. حبیب زنگ به مسعود بزن. یه گلی بگیریم ببریم برای تشکر. واقعا؟ معلومه مادر. کاری که مسعود برای شما کرد برادر برای برادرش نمیکنه. من فکر کنم شما با دوستم مشکل دارین. من فقط با این یللی تللی مخالفم. ولی کار جوون مرداره رو من همیشه تحسین کردم. بله. چقدر مخترع داره دیگه. مخترع چرخ خیاطی رو کی بلده دیگه؟ هیچکی. بارتلمی تیمونیه. آفرین. یه بار دیگه بگو. بارتلمی تیمونیه. آفرین. آره همینه. چی شد مادر؟ آخ چی شد؟ چی با این چی سرد میخورم دندم درد میگیرم. سرد دفعه نگفتم با شیشه آب نمیخورم. بده منم شیشه رو. آن دندون من مهمتر یا بطری؟ مسعود مسعود تلفن ترانه است؟ نه حبیبه. ولش کن. ولش کن چیه؟ بیا بابا. نه با رو زنگ زدم منتظرتم. بیا ببین نگران میشم. بیا بگی بینم. ولش کن که نشد کار که. ببین چی کار کن. الو سلام خوبه؟ امشب؟ نه میدونم نمیخواد بیان. برای اینکه حوصله هیچ کس رو ندارم. از بابا تشکر کن بگو امشب خونه نیستم. حبیب حوصله ندارم. خداحافظ. طور پس آره دیگه باشه مسعود جان. پس ما شب میایم اونجا. چرا؟ چی میگه؟ خجالت میکشه شما میخواین ازش تشکر کنین. آها باشه قربونت. پس ما نمیایم دیگه. باشه بده من ببینم تلفنم. خجالتیه. بده من مرد به این بزرگی چی خجالتی. بده من بینم. این بابا میخواد با حرف بزن. الو الو مسعود. ای بابا
قطع شد. بگیرش. میگم بگیرش، میخوام باش صحبت کنم. آخه یه جایی بوده یه قطع بس میشو. این اینه. فرد من خودم بزنم. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه‌ای